آقای چوبک، نمایشگاه کتاب در جشنواره تیرگان برگزار داره میشه. من میبینم که امسال یکی از نمایشگاه‌های پر رفت و آمده و ناشران دیگری هم اومدن. چطور گذشته این دو روزی که نمایشگاه برقرار بوده؟ از پس دعوت مسئولان تیرگان، از بچه‌های نمایشگاه کتاب بدون سانسور این بستر فراهم شد که ما دعوتی داشته باشیم از بچه‌های نمایشگاه کتاب بدون سانسور در سراسر دنیا. بیش از 19 کشور ما چند ماه پیش نمایشگاه کتاب بدون سانسور داشتیم. الان از کشور آلمان فروغ اومده، از پاریس ناکجا اومده، از آمریکا شرکت کتاب اومده و ناشرهای داخل خود کانادا. تو این چند روز استقبال خیلی خوبی شده و من فکر میکنم که برای شروع و چون این اولین سالی که داره اقدام میشه، بسیار خوشحال و با استقبال برقرار بودش. مردم وقتی اومدن کتابا رو میبینن خرید هم میکنن؟ اصلا شما باید اولا خرید خیلی خوب بوده امسال. بعد من این احساس و رفتار مردم وقتی میبینم نسبت به کتاب برام خیلی جالبه. بعضی ممکنه کتاب نخرن، کتاب نخونن، ولی یه احساس خوشی نسبت به کتاب دارن. و این چیزی که ما کتاب چه میگن اصحاب کتاب، ما باید بریم سراغ مردم و این بستر رو فراهم. خب چه نوع کتابایی رو مردم، جایی که اونایی که اومدن و کتاب خریدن، چه نوع کتابایی رو معمولا میخرن؟ جالبه من به شما بگم، یکی از کتابایی که ما این سری بیشتر داریم میفروشیم کتابای روانشناسیه. نسل جدید دنبال من خودش میگرده، دیگه با این چیزای ایدئولوژی که از پیش تعیین شده کنار نمیاد. میخوام بدون من کیم، این منه که میخوام زندگی کنم، میخوام عشق ببرزم، میخوام برقصم. من باید اولین پایه‌ی شهروندی که منه داره دنبالش میگره و پیداش کنه و دارن و من خیلی خوشحالم. مثلا خیلی باعث خوشحالیه که شما به عنوان یکی از کتابفروشان قدیمی شهر از این استقبال مردم خیلی خوشحالید و خودش نوید استقبال فرهنگی خیلی خوبی رو میده. دقیقاً من فکر میکنم که ما وظیفه داریم که این حرکت رو تداوم بدیم و من واقعاً از بچهای تیرگان ممنونم که یه همچین بستری فراهم کردن که زمینش فراهم بشه. و من با بچهای تیرگان صحبت کردم، اونا هم راضی بودن، اونا هم خیلی خوشحال. بعد این جنگی با اولاد اینا همه پر دارن ماشین بعد هر صفحه یه پر خودشه. حالا یواش یواش کشف میکنی چیزا رو، مثلا اینجا این با می جنگه، اینو سعی کنیم بر وقتی دعواتون تموم شد با دیره اینو برش کردیم سر جاش، بعد اینا میتونیم باز کنیم، اینا هم باز میکنیم. بعد این صورت بعد اینا آخرش هستش. آقای حمید رحمانیان، هنرمند صاحب نام و سفیر معرفی کننده شاهنامه در جهان، این فکر میکنم کاریه که سالهاست به دوش داریم و امروز در هفتمین جشنواره تابستانی تیرگان مجموعه نفیس رستم رو آوردی. این آخرین کاری هستش که انجام دادین و درست کردین؟ با تشکر از شما دوست عزیز، بله این کتاب چند ماه پیش در راه ماه دسامبر در حقیقت اومد بیرون و این جزء مجموعه‌ای بودش که ما توی این 15 سال گذشته تولید کردیم در رابطه با شاهنامه. این دهمین کار هستش در حقیقت. ما در حقیقت 15 ساله که خودمون رو وقف آقا ابوالقاسم کردیم در نیویورک. در حقیقت ما شعبه فردوسی رو داریم در نیویورک به این صورت. ولی این کتاب پاپا کتابی هستش که خیلی بچه های نسل اول یا خیلی غیر ایرانی ها بهش علاقمند میشن و با این مثلا در حقیقت هیله ما علاقمندشون میکنیم به فرهنگ ایرانی و دنیای تصویری ما ایرانی ها و همینطور دنیا ادبی مون به صورت خیلی راحت و احتیاج نیست که دانش خاصی داشته باشیم تو شاهنامه رو متوجه بشین. خود اینا ببینید انقدر اینا جذاب هستن، یهو مردم خودشون جذب میشن، هم هر کیم نگاه میکنه یک لبخندی در صورتش میاد و این واقعا خودش بهترین تبلیغ هستش برای فرهنگ ما. چقدر استقبال شده در این دو روزی که اینجا بودی؟ خیلی مردم خیلی علاقمندن، همه خلاصه با
شوق و شعف نگاه میکنن و خوشحالن که یه همچین اثری خلق شده. چون معمولا کارهایی که هستش بیشتر کارهای یا برای فارسی زبان ها هستش یا کارهای اکادمیک هستش، دانشگاهی هستش، یا کارهای به اصطلاح اکتیویست آرتیست ها هستن. خب اونا خیلی جالبه، ولی اینا یه کارهای فرهنگی هستش و در حقیقت اینا یه کارهای فرهنگی هستش که هنرمندانه انجام شده. بله. روی این حساب مردم این زندگی که من روش گذاشتم رو به نظر جذب میکنن و متوجه میشن. هر کدوم از این کتاب ها چقدر واقعا زمان میبره برای اینکه شما به این دقت و با این ظرافت طراحی بشه، نقاشی بشه و بعد به این شکل استثنایی، به این شکلی که تا به حال نبوده در بیاد؟ ببینید، این کتاب اولش، کتاب اولی که در میاد که پروتوتایپش هستش، نیست بالای یک سال طول کشیده در اومده. بعد که تموم میشه اینا فرستاده میشه جای دیگه و اونا ماس پرودیوس میکنن، یه تولیدش میکنن، تولید انبوه میکنن. این دقیقا من یه سود 6 ماه طول کشید. این زبان انگلیسی هستش، زبان فرانسویش هست و زبان ایتالیاییش. اینا در نزدیکه مثلا 14,000 تا نسخه اینا دستساز. بله. مثلا اینکه ماشین نمیتونه، ماشین چاپ نمیتونه، اینا همه دستساز و با دقت ظرافت. شرکتی هست در لاوس، اینا به اصطلاح تولید کننده کارهای پاپ اپ بوک هستن. اینا نزدیک 1,000 نفر آدم نشستن اینو جمع کردن تو 6 ماه. این کارا رو برای کسای دیگه هم میکنن یا اینکه شما بهشون سفارش که؟ بله، چند تا کارخونه هستن تو دنیا این کارا رو میکنن، یکیش این هستش. بله. کارهای نمایشی در چه حالت؟ آخرین پروژه هایی که دارین چی دارین؟ این پروژه سانگ آف د نورث هستش که به پروژه بیژن داستان بیژن منیجه هستش. نزدیک 500 تا عروسک، 9 تا بازیگر. مفصله، خیلی مفصله. این الان در از یه ماه دیگه تو امریکا دوباره تور میره. یعنی یک سالی هستش که تور داشتیم، جای مختلف رفتیم، مثلا بوگوتا، کولومبیا رفتیم. بالای 4,000 نفر کولومبیایی اومدن داستان ویژن منیجر و شاهنامه و اینا تماشا کردن. ویژن منیجر چه وقت میارین تورنتو؟ بلاد هر وقت به طلبه. دست من نیست، چون اینا پروژه بزرگی، من نمیتونم تولیدش کنم، باید دعوت بشم. بله. کتاب های بعدی که الان در دست دارین یا پروژهشو دارین چیا هستش؟ ولی یه کتاب شاهنامه به اصطلاح تمام شاهنامه هستش، یه ترجمه به اصطلاح معاصر داره، توسط آقای دکتر صدری انجام شده و بنده و همسرم اینا رو یه تدوین سینمایی کردیم. اون سال دیگه میاد بیرون، تصویر نداره، اون فقط تکسته. سال دیگه میاد بیرون. در نظر دارم یه کتاب پاپ اپ بوک دیگه در راجع به خواب های شاهنامه درست کنم، همون تصاویری که در کتاب اولم کار کردم. و به این صورت دیگه. حالا پروژه‌های بزرگتری هم هستش، ولی خب الان فعلا به قول اینجایی نمیخوام جینکسش بکنیم. واقعا دست مریضات برای اینکه همونجوری که واقعا تنها کسی که داره شاهنامه رو به سراسر دنیا میبره، از آمریکای جنوبی تا آسیا تا آمریکای شمالی، جاهای مختلف میبره، حمید رحمانیان هستش و گروه هنری که همراهش هستن برای نمایش ها و این کارهایی که برای کتاب میکنید. خاطرم از چند سال پیش که برای تیرگان اومده بودی نمایشگاه، این شانس و موهبت داشتم شخصا که از پشت صحنه کار شما رو ببینن و این بی نظیره. یعنی یک شرایط استثنایی که آدم باورش نمیشه که میتونه کار نمایش روی صحنه اینقدر تجهیزات و اینقدر یک سازمان پشتش باشه. بله، اون در حقیقت اسباب بازیه در وارد این یکی خیلی پیچیده تره. و خوشحالم که مردم دوست دارن، خوشحال میشن، بهشون الهام میده و یه چیز خوبی از فرهنگمون به جا میذاریم. میدونی مهمه این استقبال شما، این سفرهایی که میکنین در همه دنیا برای معرفی شاهنامه، خب متن به انگلیسی هستش ولی کتاب هست، اینا چقدر مورد استقبال مردم قرار گرفته؟ حالا اونایی که میان به نمایش، نه کسایی که با فرهنگ ایرانی در واقع از این دریچه دارن فرهنگ ایران رو میشناسن. بله، خب خیلی واسه شون جالبه. من بیشتر تماشاچی های من غیر ایرانی هستن اصلا، من تو کمتر ایرانی، حالا مثلا تورنتو بله چون ایرانی زیاده به تپ میان، ولی جای دیگه و لس آنجلس هم همینطور، ولی جای دیگه بیشتر غیر ایرانی هستن که میان تماشا میکنن و خب واسه شون خیلی جالبه دیگه، خیلی جذابه.
در این سالها نسل جوان ایرانی دیاسپورا چقدر توجه کرده به این کارهایی که شما میکنید؟ والا من دموگرافیک ندارم، یعنی استاتیک ندارم که مثلا چند نفر، ولی خب امیدوارم بهتر شه. چون به هر حال به زبان انگلیسی هست، زبانی هستش که نسل دوم و نسل سوم بهتر متوجه میشن، ولی باید از دریچه پدر مادرهاشون معرفی بشن. بله دیگه، بله. و خب این کارا یه حرکتی از یه تلاشی هستش که این بچه ها در حقیقت هم سرگرم بشن، هم یه چیزی رو بیاموزن، چرا که نه، و یه به اصطلاح یه نقطه مثبت فرهنگی ارائه بشه. آقای عزت مصلا نژاد از انتشارات زاگرس اینجا در هفتمین جشنواره تابستانی تیرگان در بازار کتاب، چطور گذشته این دو روز بازار کتاب؟ بسیار ممنون، استقبال زیاد بوده از نظر بازدید، ولی زمانی که میرسه به خرید همیشه همه نگاه میکنن به کتاب، میگن به 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 به، و ما شدیم مشتری به 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 دیگه، کتاب هم نمیخرن و میرن. و فردوسی گفت که نیامد جز احسنتشان بهرم، بکفتن در احسنتشان زهرم. خلاصه طوری که دلمون میخواست استقبال نشد، ولی بازم خوب بود، دیداری بود، گفتگویی بود. و حالا ما هم که هدف مادی نداریم، ما بیشتر با دوستان گپی زدیم و گفتگویی کردیم و یک کار فرهنگیه. حالا چه این که در واقع استقبال بشه چه نشه، ما به کارمون ادامه بدیم. چون به فرک سوختن افتاده ای، فرزانه باش، هر چی میخوای باش. یه مقدار خب کتاب خوندن به هر حال عادتیه که یه مقدار با تغییراتی که در دنیا ایجاد شده و اینا عوض شده، مردم کمتر کتاب میخونن، حالا به دلایل مختلفی. اما فکر میکنید که این رابطه مردم با کتاب به چه شکلیه الان؟ یعنی یک مسئولیت فرهنگی بعضی ها حتی اگر بیان نگاه بکنن، حتی اگر کتاب بردارن دست بزنن، وجود داره یا نه؟ این کار خیلی بزرگی هست که امسال انجام شد، ولی اولین بار تیرگان اومد سالون در اختیار 9 سازمان گذاشت که هر کدام در حوزه مختلفی کتاب منتشر میکنن. این که مردم دو مرتبه به فکر کتاب بیندازن و حتی اگه نگاه کنن و نخونن، این یادآوری بسیار با ارزشه. چون در طول تاریخ هر زمانی کتابخوان و کتابخانه زیاد بوده، جامعه هم در یک تمدن طلایی به سر می برده. این کار باید ادامه بدیم، ادامه خواهیم داد و به هر قیمتی که باشه. خسته نباشید. متشکرم، متشکرم. آقای مهدی‌زاده، شما مدیر انتشارات فروخ هستید، از آلمان اومدید به شهر تورنتو در هفتمین جشنواره تابستانی تیرگان. در این بازار کتابی که دو روز برگزار شد چی دیدید؟ سلام بر شما. والا هجوم یا حضور وسیع مردم در تورنتو خب خیلی ما شگفت زده کرد. من تا به حال تو جشنواره که اینقدر به هر حال ایرانی ببینم حضور نداشتم. خیلی خیلی خوشحالم و خب این جمع یا این حضور پرشمار الزاما فقط بر کتاب نبود، ولی خب به محل ما هم سر زدن و این رابطه‌ای که بین ما و مردم ایجاد شد به این واسطه رابطه خیلی دلگرم کننده و خوبی بود. چقدر استقبال کردن از کتاب مردم و چقدر خرید کردن؟ ببینید، اونایی که اهل به هر حال کتابن، دوستدار مطالعه هستن، بین این مردم بودن و به طور طبیعی خب ما هم کتابا رو آوردیم دم دست و رو در رو بودیم با مخاطب و استقبال خوبی شد. چه نوع کتابایی رو خریداری می‌کردن مردم؟ ببینید، هر انتشاراتی خب کتابای خودشو داره. ما تو حوزه پژوهشی، نقد دین، پژوهش‌های تاریخی اسلام شناسی، تاریخ معاصر ایران کتاب داریم و خب اونایی که به این آثار علاقمند بودن اینا کتابای ما رو گرفتن. انتشارات فروغ چند ساله که فعالیت میکنه در آلمان؟ ما 26 سال در آلمان فعالیت میکنیم. در کدوم شهر آلمان؟ شهر کل. در شهر؟ بله بله. اون وقت این کتابایی که شما در انتشارات فروغ منتشر میکنید همه
نویسندگانش نویسندگانی هستن که در خارج از کشور هستن یا از نویسندگان ایران هم شما چاپ میکنید؟ راستش عموماً کارهای پژوهشی که ما منتشر میکنیم نویسندگانش خارج از ایران هستن. حالا ممکنه توی کارامون آثاری هم باشه، مثلا ببینید الان نامه های زندان نسرین ستوده، خب این از ایران اومده. شاید کتاب های دیگه هم باشه، الان حضور ذهن ندارم، ولی کتاب های اصلی ما نویسندگانش خارج از ایران. آقای نظرجو، از نشر ناکجا از فرانسه اومدید، از پاریس اومدید اینجا در هفتمین جشنواره تابستانی تیرگان در بازار کتاب. اولین باری که شما انتشاراتتون و کتابهاتون رو به شهر تورنتو میارید؟ بله، امسال سال اولی که ما میایم تورنتو. بله. در این دو روزی که نمایشگاه کتاب برقرار بوده استقبال چطور بود؟ خوب بود، فکر کنم نمیدونم نزدیک 100 هزار تا ایرانی توی این جشنواره میان، شاید مثلا 5% 6%شون اومدن تو این سالن و گشتن و از نظر تعداد و جمعیت به نظرم خب تا حالا سابقه نداشت تو شهرهای دیگه اروپایی که اینقدر ایرانی باشن توی یه جایی. ولی مثلا عادت دارین تو تورنتو انگار کلا اصلا شما در واقع احساس غربت نباید بکنین نسبت به ایران. نه خیر. فروش کتاب چطور بود؟ فروش کتاب هم بد نبود. ما اصولا عادت داریم خودمون چون نمایشگاه کتاب برگزار میکنیم این شکلی باشه که مردمی که میان کلا برای کتاب میان، ولی خب الان ما توی یه جشنواره دیگه بودیم که لزوما مردم برای کتاب نمیان، برای فعالیت‌های دیگه میان یا میان مثلا تفریح کنن. برای همین برای بازخورد مثل یک نمایشگاه کتابی که حرفه‌ای که ما برگزار میکنیم نیست، ولی خب جالب بود. نشر ناکجا از چه سالی در پاریس فعالیتش رو شروع کرد؟ نشر ناکجا از سال 2012 فعالیتش رو شروع کرد، یعنی 21 سال پیش. و دیگه ما چه نوع کتاب‌هایی رو شما منتشر می‌کنید؟ از نویسندگان داخل ایران هم منتشر می‌کنید یا فقط نویسندگانی که خارج از کشور؟ نه، ما تخصصمون ادبیات ناشر خارج از کشور هستیم، یعنی ناشر فرانسوی هستیم که به زبان فارسی و فرانسه کتاب منتشر میکنه و به همین دلیل هم کتابایی رو منتشر میکنیم که داخل ایران نمیتونه منتشر بشه، وگرنه اگه به ما مثلا کتابی که میتونه داخل ایران منتشر بشه پیشنهاد بهشون میکنیم که داخل ایران منتشر کنن، چون برای مخاطب خیلی بیشتره اونجا و خیلی کار آسان‌تره داخل کشور تا خارج از کشور، چون 10 میلیون ایرانی همش خارج از کشورن، 80 میلیون تو ایران هستن. تو ایران سیستم پخش با وجود تمام نقصهایی که داره به هر حال خیلی منسجمتره، خارج از کشور خیلی سختره. ولی ما کاری که میکنیم اینه که کتابایی که هیچ رای ندارن برای اینکه داخل کشور منتشر شن و در واقع خارج از کشور منتشر میکنیم و بعد پخشش میکنیم. تخصص ما هم ادبیاته، چون حرفه خود من تئاتره و در واقع آثار دراماتیک کار میکنم، به همین دلیل کل اکثرا کار ما روی ادبیات و اندیشه اتفاق میفته. با وجود گسترش این تکنولوژی ارتباطات که هرچی بیشتر مردم رو به خودش مشغول میکنه، شما آینده کتاب رو چطور میبینید؟ آینده کتاب خب مثلا فرض کنید آینده تئاتر نسبت به سینما یا سینما نسبت داره به اینترنت باید باشه دیگه. اینی که به هر حال ممکنه که یک هنر پاپولر دیگه مثل قرن‌های قبل نباشه، ولی به هر حال نقش چیزی رو بازی میکنه، اندیشه و تفکری رو بازی میکنه که برعکس اون اتفاقی که تو شبکه‌های اجتماعی میفته که شما با خوندن یه سری تیتر فکر میکنین که همه اطلاعات رو دارین، کتاب به شما کمک میکنه که وارد دنیای دیگه بشین، کتابتون کمک میکنه تخیلتون رو به کار بکشین، کتاب در یک کلام بهتون کمک میکنه که عمیق‌تر بشین دیگه. حالا اگه دنیا داره یه سمت سطحی‌تر میره، کتاب همیشه آخرین سنگره برای عمیق‌تر بودن. خانم پرستو عزیزی، در این دو روز نمایشگاه کتاب در هفتمین جشنواره تیرگان چه گذشت؟ این دو روز نمایشگاه کتاب ناشرهای مستقل از سراسر دنیا اومده بودن. نشر ناکجا از فرانسه رو داشتیم، نشر فروغ رو داشتیم، نشر سرای بامداد و زاگرس از شهر خودمون اینجا بودن
و مخاطبینی که حالا اومده بودن به جشنواره که با ایونت های مختلف، برنامه های مختلف اینجا باشن، کتاب هم در کنارش دیدم و فکر کنم خیلی اتفاق خوبیه که کتاب قسمتی از همه ایونت هامون باشه. خیلی خوشحال می شدن از دیدن کتاب و خیلی ها مثلا شون حس خوبی داشت و خوشحال می شدن که می تونن کتاب هایی که می خواهم پیدا کنن. استقبال چطور بود؟ استقبال نسبتاً خیلی خوب بود. میدونم که حالا من نتونستم از اتاق بیرون برم چون غرفه داشتم، ولی میدونم که هزار نفر اومده بودن و خیلی خیلی اینجا ما نتونستیم یه لحظه بشینیم، همیشه اینجا اومدن، سوال پرسیدن، کتابا رو نگاه میکردن و استقبال خوبی شد. فروش کتاب چطور بود؟ فروش کتاب بد نبود، خوب بوده فروشمونم نسبت به جمعیت. انتظار داشتیم جمعیت بیشتری به کتاب هم بیاد، ولی با این حال همین که می اومدن و خیلی اصلا تعجب می‌کردن، مگه ما اینجا کتاب فارسی هم داریم، و همون واسه من کافی بود.